جوان هستم کشتانه مسیح اینجا خندبان هست. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خندبانه یک تخونه چطوره؟ عالی. بح بح چقدر قشنگ. بفهمید که دفعه اولشون تشریف آورده؟ خیلی قشنگ، خیلی خوب. آره یا نه دیگه بالاخره اینجایی آخه. خب یه بار تا دم در اومدی و دیگه نیومدی، واسه همین تا اینجا اومد. و کیا از طریق سامانه 780 ثبت نام کردن؟ خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی خوش اومدیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شماییم. یک برنامه جذاب با یک مهمان بسیار خوب و فضای خوب، کمدین خوب، اوف کیف. کمربنده رو می‌بندیم، دست چپ بالا، یک، دو، سه، شش. عالی. خب عرض کنم خدمتتون که شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به کی؟ به کیا؟ کودکان کار، مادرها، برنامه امشب رو، شادیش رو تقدیم می‌کنیم به همه زنهای ایران. موافقین؟ خب خیلی هم ارادت و بریم برای خندمون. نفس خالی کنید، نفس خالی کنید، سومین دیگر میداریم، یک، دو، پرتش کن. نفس، نفس، حالا خیلی هم قشنگ و دیگه کاری نداریم غیر از این که بگیم، همه بخواهم بگیم آقای شاه حسینی. داشتم میگفتم همه بخواهم بگیم آقای شاه حسینی، دیگه پیدا شد. همه بگیم آقای شاه حسینی، یک، دو، سه، آقای شاه حسینی. پاکت مسابقه پیامکی لطفاً برم بدید. متشکرم. خب مسابقه پیامکی دینگه دینگه. آره. خب سوال اینه، واژه ریال از چه زبانی گرفته شده است؟ ریال از عربی، دو از اسپانیولی. و به 3500 جواب درست رو عددش ارسال بکنید. و سوالی بار دیگه تکرار میکنم، واژه ریال از چه زبانی گرفته شده؟ یک عربی، دو اسپانیولی. عددی که فکر میکنید درسته رو ارسال بکنید به 3500. هر شب یک نفر یک جایزه 500,000 تومانی میگیره، جایزه که در اصل یک کارت هدیه 500,000 تومانی. خب همه با هم بگیم، یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار.
خطر خنده ها تو بریز وسط، هر یه دونش یه امتیازه واسط، خنده توی مشتمونه مثل خمیر، اگه به بازی غصه میگه بمیر، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با آزره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. کم کم قصه ها تو بریز دور، زیر چشمی نگاشون کن از زور، یکی یکی دارن ازت دور میشن، کم رنگ میشن بی حرف زور، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با حال زره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. توی قراری با ما گذاشتی، زود بگو قهری آشتی، وقت گفتن دیگه تموم شد، ما دیگه با هم هستیم آشتی، قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت با سره، ای هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. ماشاءالله به ما، ماشاءالله به ما، ماشاءالله. تا میریم میایم که البته نباید تکون بخورین. چه سخته اینقدر تون تون خوندن. این حیب بدیری هم آدم میکشه با این آهنگاش. نه متشکرم. نه نفسم بند اومد. یه ذره استراحت کن. خب نوشاد عالمیان عزیز در برنامه ما شبی که اومده بود قول داد که کمک کنه به جوونی که میخواد پینگ پونگ یاد بگیره و به قول خودشون یک پینگ پونگیست بشه ولی امکانات نداره. قول داد که شرایط و امکانات رو براش مهیا کنه که او رشد بکنه. یه گزارش گرفتیم از این وفای به عهد توسط نوشاد عالمیان عزیز، با هم ببینیم و برگردیم تو استودیو و دیگه اوفه مهمون میخواد بیاد و کیف. یک دو سه بریم بیا. بابا آقای عالمیان چطوری؟ امروز چه روزیه؟ امروز روزیه که همونطور که تو برنامه قول داده بودم اومدم که به قولم عمل کنم دیگه. قول داده بودی که چیکار کنی؟ قول داده بودیم که به دو نفر از بچه‌ای که تازه میخوام پینگ پونگ رو شروع کنن وسایل مورد نیازشون رو براشون فراهم کنیم و 100 شاخه گلم به مردم بدیم و براشون آرزو موفقیت داشته باشیم و بهشون بگیم که روز خوبی داشته باشه. اومدی تو برنامه؟ چطور بود برخورد بعدش؟ میگفتم برنامه جالب شده بود، خیلی خنده‌دار بود و خوب بود و حالا خدا رو شکر من خودم خیلی خوشحال بودم از رفتار مردم و چیزایی که بهم میگفتن. یادم تو برنامه به خانومت، درست میگم؟ درسته بله. آره، یه چیزایی گفتی و یه حرفایی زدی و بعدن رفتی چیزی نگفت. چرا خیلی خوشحال شده بود ولی خب بقیه خیلی منو چیز کردن، یه وقت اذیتم کردن که آره.
خب حالا من نگاه می‌کنم هدیه رو به بچه‌ها بدیم، همون قولی که داده بودیم عملی کنیم و من امروز می‌خوام به علی اکبر این کادو رو بدم. خب بریم باهاش صحبت کنیم. علی اکبر جان چطوری؟ خوبی؟ چند سالته؟ من 12 سالم. به کجا برسی تو پینگ پونگ؟ قهرمان کشور، قهرمان المپیک، قهرمان جهان. خب ان شاء الله حتما به انجام می‌رسی و ان شاء الله همیشه با پشتکار این رشته رو ادامه بدی. کادو رو بهت هدیه بدم، ان شاء الله که خوشت بیاد. اینم شورت پینگ پونگ، اینم یه تیشرت، ان شاءالله که دوست داشته باشی، اینم یه ساعت. خواهش می‌کنم. یه تیشرت و یه شورت. مبارکت باشه. خب ما تو برنامه یه قول دیگه هم داده بودیم که بریم به مردم گل بدیم، ولی خب واقعا امروز خیلی گرمه. نیما چیکارش کنیم امروز؟ امروز واقعا هوا گرم راست میگی شد، ولی خب بالاخره مردم قولش دیگه بریم تا پجبورو نشیم بریم. آره واقعا باید بریم مردم قولش. پس شما هم آماده این؟ پس بریم. بریم سلام. پس شده که دلت گرفته، حالت بده، دلت پره، دلت میخواد سرتو بذاری رو پای مادرت و های های گریه کنی. بعد وقتی این کارو میکنی دلت میشه سبکترین دل جهان، کیف میکنه آدم. یا یعنی اینکه مثلا فکر کن از صبح هزار جور بلا سرت اومده، هزار جور هرس خوردی، کلافه شدی. اینو با آقایون دارم میگم، سر کار، دنبال پوله، دنبال نمیدونم چکت، اون قول داده انجام نداده، هزار تا چیز، تو خیابون، تو ترافیک. فقط دلت میخواد رسیدی خونه، در رو باز کردی، بگی به همسرت، بگی بشین، شروع کنی واسه اون حرف زدن و اون واسه تو اون حرفای تو گوش بده، آخر سرم با حرف بزنه، آروم بگیری. توی مملکت ما پر از این مادرها و همسرای فوق‌العاده و مهربونه که میتونن یه تکیه‌گاه درجه یک برای نزدیکا و خانواده‌شون باشن. زنایی که میتونن رئیس شورای شهر خانواده‌شون باشن و میتونن پای تخت زندگیشون رو به بهترین شکل مدیریت کنن. مهمان این بار خندوانه ما کسیه که هم هممون خیلی دوستش داریم، هم بسیار بازیگر خوبیه، هم رفیق خیلی خوبیه، هم همسر خیلی خوبیه و اصلاً هنرمندیه که برای همسرش و آیین زندگیش میتونه همای سعادت باشه. دعوت میکنم از سرکار خانم ریما رامینفر.
بد قدم فکر می‌خوردم زمین خوریزی مغزی بیمارستان. سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خیلی خوبم. خیلی خوش اومدین. خیلی متشکرم. من 4 سال دارم از شما دعوت می‌کنم بیان خندوانه. 1 سال البته خندوانه شکل گرفته. آره. از 3 سال قبل. ولی واقعا شما محبت دارید که میفرمایین الان خیلی خوشحال اینجا این. ولی واقعا خودتون بگین من چه مدته دارم التماس میکنم. نه اختیار دارین، شما فقط کافی بود بگید و من میومدم. فقط در یک زمان خیلی غریبی اینو از من میخواد. راست میگی، اصلا یعنی من نبودی. 3 ماه اصلا تهران نبودم، خانواده خودم رو ندیده بودم، ولی خب به هر حال شده دیگه، الان برگشتم تهران. خوشحالم. خسته نباشید. خواهش میکنم. چه کار سخت؟ خیلی خیلی سخت. و پنجمیش هم ادامه داره؟ چیزی به من ابلاغ نشد. آره هیچ وقت ما نمیدونیم. ممکنه. و خوشحالی پنجمیش هم میرین؟ امیدوارم برای عید امسال نباشه. ولی اگه باشه هم باز من تابع جمع. آره میفهمم. شما خیلی بازیگر خوبی هستی. من همه برنامه تو ندیدم، ولی فکر کنم تقریبا تو همه برنامه اینو به بازیگرا میگی. نه راست بگو. آره شما بازیگر خوبه دعوت. آفرین. جواب خوبی بود. ممنونم. خواهش می‌کنم. شما واقعا بازیگر خوبی هستی. شما و امیر یه مدت دنبال مورچه میگشتین؟ این چیه؟ چرا؟ داستانش این بود که یکی از جوایزی که ما برای پسرمون خریده بودیم یک دستگاهی بود، حالا اگه بشه بهش بگی دستگاه، که در واقع دو تا تلقه که بینش شنه. و قرار بود که ما مورچه ها رو بریزیم توی اون شن ها و اون تو زندگی کنن و لونه بسازن و دونه بذاریم و آب بذاریم. اون دستگاه اصلا وظیفش اینه؟ وظیفش اینه که تو ببینی که مورچه‌ها چجوری خونه سازی میکنن. آره. حتی تو توضیحش خیلی چیزای بهتری، مثلا اینکه وقتی یه دونه‌شون میمیره چجوری این رو جمع میکنن، جسد رو کجا میبرن. خیلی هیجان انگیز. منتها ما نتونستیم چند تا مورچه بگیریم. مگه میشه؟ ببین من مثلا همیشه فکر میکردم اگه مقداری خورده نون بریزه. آره. جایی جمع میشن، ولی همه‌شون با هم بسیج شدن که نیام. از خورده نون، بعد شیرنی، بعد گفتم مربا، بعد عسل. اصلا تموم شد، کوچ کرده بودن از منزل ما، همه مورچه ها رفته بودن. البته بعدها از یه جایی پیدا کردم اون دستگاه اونطوری که من میخواستیم عمل نکرد، یا ما میخواستیم مورچه ها رو جابجا کنیم زنده نمیمونده. نشد. این جایزه ای نیست که برای بچه‌تون بخریم. آره کار نمیکنه این خونه مورچه ها. دو تا سوال راجع به امیر بپرسم دیگه کاری ندارم. هیچ کاری به امیر ندارم. چون امیر اومده اینجا گپامونو زدیم. امیر کدوم کار عمرن تو خونه انجام نمیده؟ همون آقا. اون آقا. تقریبا هیچ کاری رو عمرن انجام نمیده. چه قشنگی. آخه آره. تشویق دارین رفتار. احساساتی شدی؟ آره. عشق میشه شتون جمع شد؟ آره خیلی سود این اتفاق در مورد من میفته. ببین من قبل از اینکه ازدواج کنم همیشه دیدین آدم برای همسرش یه ایدئالی، نه اونجوری نیست که بیاد بیرون، ولی خب لاغل امیر داره نگاه میکنه احساس کنه که در به دستمالم کشید کار. نه قبل از اینکه ازدواج کنم همیشه آدم یه ایده ای داره که مردی که میخوای باش ازدواج کنی چه ویژگی هایی داشته باشه. چقدر جذاب. آره. همیشه من به این موضوع فکر کردم که دلم میخواد یه مرد دست و دلباز باشه، یعنی مطلقا خسیس نباشه. و اینکه طبع شوخی، یعنی سنس آف هیومر انگلیسی که میگن، شوخ طبع باشه، آدم طنازی باشه. و این دوتا واقعا شد. من فکر میکنم باید خیلی چیزای دیگه هم میخواستم. نکردم این کارو. حالا که آره سفارش... که میشه سفارشاتتون قبول میشه. مثلا اینکه تو خونم کمک کنه و یه کارایی بکنه. مطلقا. و ببین منو واقعا دوست ندارم وقتی کسی یه کاری رو دوست نداره و لذت نمیبره انجام بده. میفهمم. بعضی وقتا ما یکی از هم میپرسی شما کارهای خونه رو با هم تقسیم میکنیم؟ من گفتم نه ما کارهای خونه رو با هم جمع میکنیم. خب آره، ولی آخه مثلا میشه بهش گفتش که خب امیر تو اگر که کمک بکنی حالمون بهتره. نمیتونه. من که خب شما مثلا عاجزه تو چرا عاجزه؟ چرا اینقدر راحت میپذیری که عاجزه؟ مرد به این گندگی اینقدر قوی، هزار ماشاءالله. نمیتونه. چهار ستون بدن سالم سلامت، هزار ماشاءالله. نه خب نمیدونم. یعنی چی لوسه خانم؟ شما لوسش کردین. شاید خجالت بکش امیر، بذار تصویر منو بده، بذار کار کن تو خونه. این چه وضعیه؟ سه ماهی که شما سفر بودین چی کار میکرد با آیین؟ نیروهای کمکی داشت. نیروهای کمکی میمدن مثلا آیین
آره واسه اینه که نه این همجور افتاده یه جا باید غذا بدن نه دیگه اونطوری نیست ولی اینکه بخواد بشوره یا جمع کنه یا ظرف نمیشوره؟ نه هیچی هیچ جوراباشو میشوره؟ نه نه هیچ وقت بابا خیلی ویژگی خوب داره دست و دلبازه و شوخ طبعه دیگه چی؟ اینا رو شما دوست داشتین داره دیگه چی؟ کافیه بسه برای اینکه بشه این به این مرتبه که کرد کافیه نه؟ خیلی آدم خوبی امیر جعفری جدی میگم واقعا آدم یه قلب خیلی بزرگه خیلی با مرامه خیلی با معرفته همینطوره همینطوره خیلی قابل اعتماده خیلی خیلی من به عنوان رفیق همیشه بهش اعتماد میکنم پس به خاطر اینکه اینقدر الان با امیر شوخی کردیم و الان اینجا نیست بگیم امیر دوستت داریم یک دو سه امیر دوستت داریم خب خدا رو شکر خدا رو شکر که اینقدر همه چی خوبه و از آیین بگین اینم این دیگه بعد دوباره بپردازیم به خودتون از آیینم بگین از آیین چی بگم آیین الان چند سالش شد الان شهریور 8 سالش کامل میشه ماشاءالله و چرا فرزند دوم نیومد هیچ وقت نخواستیم نه دیگه یعنی نشد نه یعنی نمیدونم نخواستیم آره من نخواستم اینطوری بگیم امیر میخواست من نخواستم خیلی خوب و بگید که الان آیین باهاش چجوری رابطتون این سه ماهی که نبودین آیین چجوری شد خیلی به سخت میگذره آره. اصلا کلن کار ما به شکلیه که به بچه ها واقعا لطمه میخوره واقعا همینطوره برای اینکه یک زمانی هستی کامل 24 ساعت در خدمتی و هیچ کار دیگه ای نداری و یک زمانی کلن نیستی آره. و این بچه بتونه با این شرایط کنار بیاد فکر میکنم آسیب میبینه آره وحشتناکه بعد شما مثلا حالا واقعا به عنوان مثال و خیلی مثال واقعی شما خیلی مادر حواس جمع خیلی شیش دنگ در کنار هستی که میتونه باش بازی کنه میتونه باش شوخی کنه میتونه ببرتش بیارتش باهاش معاشرت بکنه آره. و کلی چیز بعد یهو سه ماه این حذف شد آره معلومه برای خود منم سخته معلومه برای خود منم سخته چرا بازیگری نمیذارین کنار آیین باشین جدی دارم میپرسم اینو باور کن بعضی وقتا بهش فکر واقعا دارم میپرسم اینو بعضی وقتا بهش فکر میکنم یعنی بعضی وقتا همیشه اینطوریه کاره باید خیلی خیلی برام عزیز باشه و اون آدمهایی که منو دعوت به کار کردن خیلی خیلی به هم نزدیک باشن از نظر روحی تا من بتونم این فشار رو تحمل کنم میفهم میدونی یعنی مثلا پایتخت دیگه حداقل بر من اینطوریه که یک خانواده‌ن آره ولی آخه پایان ناپذیرم هست 5 6 10 12 همینجوری داره میره شما تا بچه برسه به فوق لیسانسش هم بگیری شما دارید پایتخت کار میکنید و واقعا واقعا به واژه پایتخت آره حالت هیستریک پیدا کرده میفهمم آره واقعا مثلا میگه 5 میگم آخه الان فکرش نکن معلوم نیست خدا بزرگه حالا ببینیم چی میشه آره واقعا واقعا سختش بهش سخت میگذره طبیعی هم هست که بهش سخت بگذره آیینم بگیم دوست داریم یک دو سه آیین دوست داریم چه غذایی رو خیلی دوست داریم؟ اوه من تقریبا غذا خوردن خیلی دوست دارم خب به به چقدر هیچ غذایی نیست که بگم نمیخورم یعنی مثلا مطلقا من لب به این غذا نمیزنم نوعش که وجود نداره مگر کیفیتش خوب نباشه آره مثلا بگیم من خوشمزه نشده ولی اونم ممکنه میل ولی اونها حد آره بعضی وقتا مثلا توی سر فیلم برداری بعضی وقتا تو بعضی دفاتر پیش میاد که کیفیت غذا خیلی خوب نیست و اینطوری که مثلا میگه غذا رو نمیشه بخوری این غذا مثلا قابل خوردن نیست فلان بعد یهو برمیگردم من دارم ولی میخورم خب یعنی میتونم بخورم حتی غذا اگه خوشمزه هم نیست من میتونم بخورم آفرین خب نه خیلی... آفرین که نه خیلی روحیه خوبیه چون بهتون آره. خوش میگذره آدم ها که امیر دیدی عاشق گوشته امیر به اندازه یک ببر یا یک شیر نر عاشق گوشته یعنی اگر در هر وعده غذایش اندازه این میز گوش نباشه توی خورش گوش نباشه به رخ میگن میگه چرا مسخره میکرد سر یه کاری بودین مقدار گوشتایی که توی اون غذا بود از نظر اون کم بود بعد هم مطلق میدم میگم اینجوری نقرس میگیریم بابا اینقدر گوش نده اینقدر گوش ندین بخوریم حالا واقعیتو بگم اسید اوریک که سلام بالاست خیلی همین واقعا نباید دیگه خیلی گوش بخوره آره چی رو خیلی عالی درست میکنین شما من نمیتونم بگم یه غذای ویژه ولی کلا خیلی با عشق غذا میپزم
واسه همین معمولا همه میگن که خوشمزه میشه. آره و خیلی خیلی با علاقه است، آشپزی خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. آره خانم، اینو دوست دارم باز تکرار کنم، خانم برومند عزیز یه بار اینجا بودن گفتن که آشپزی کردن اینقدر کار لذت بخشی. آره ابراز عشق به دیگرانه. همینطوره. همین تو وقتی آشپزی برای خانوادت، برای دوستات، فامیل، هر کی برایش آشپزی میکنی، داری بهش میگی من چقدر تو رو دوست دارم. دقیقا. بیا بشین. آره. من 2 ساعت برای تو وقت گذاشتم، بیا بشین غذا بخور. همینطوره. خیلی خیلی کار لذت بخشیه. چقدر قشنگ. آره یه تبادل عشق واقعا اینطوره. واقعا وقتی تو خونم و خرید میکنم و آشپزی میکنم و رسیدگی میکنم، درس اونو چک میکنم، نمیدونم لباس اونو میشم، همون اندازه برام کیف داره که وقتی بازی میکنم، واقعا کمتر نیست. بنابراین خیلی به راحتی میتونم کار نکنم. خب واقعا این که میگم به خدا میفهمم، نه کاملا کاملا باورپذیر. من حرفم اینه، ببین من میفهمم که حرفه شما، تخصص شما، چیزی که براش این همه سال زحمت کشیدین و به یک جایی رسیدین که الان داری بهره برداری میکنی و خیلی هم خوب. خب و حیفه از نظر من رامبد سینمایی، حیفم میاد خانم رام و بیننده سینما، حیفم میاد خانم رامین ریما رامینفر از سینما حذف بشه، چون واقعا بدون تعارف جایگزین راحتی اصلا نداره، اصلا نداره. خب پس الان یک عنصر خیلی مهم اون وقت از سینما کم میشه، ولی یه چیزی وجود داره، شما یک بچه‌ای که قراره که بزرگ بشه و هیچ راهی نداره غیر از این که، یعنی این سعادت و این تضمین حال خوب در آینده، از الان تا آینده، مخصوصا آینده، هیچ تضمینی نداره غیر از این که در کنار پدر و مادرش باشه. دقیقا. بله. ببین این موضوع در مورد من خیلی حاد بود وقتی آیین کوچیک‌تر بود، یعنی من با یک عذاب وجدان خیلی زیادی میرفتم سر کار و وقتی مثلا بعد از 12 ساعت 14 ساعت 15 ساعت میومدم خونه، تازه فکر میکردم که الان باید جبران کنم اون تایمی که نبودم و که اصلا داشتم مریض میشدم، که یه مشاوری به من گفتش که باید به این موضوع فکر کنی، که میگفت این مرضیه که خیلی‌ها میگیرن، نه فقط مثلا کسایی که کار هنر دارن، مثلا پزشک که این همه درس خونده و الان واقعا جامعه بهش نیاز داره، وقتی شیفت شب وای میسته باز با عذاب وجدان میاد خونه چون مادر خوبی نبوده. میگفت باید اینو فکر کنید که اگر تو پولی در میاری یا اسمی از تو میمونه یا اگر افتخاری یا هر چیزی، همه اینا مال آینم هست. آره. پس یه مقداری از این عذاب وجدانت کم کن. قطعاً. و اینکه اگر در طول روز نیم ساعت برای پسرت وقت میذاری، اون نیم ساعت رو کامل در اختیارش باش و این کفایت میکنه در میفهم. زمانی که نیستی. حالا به همه پدر مادرها اینو میگم که نمیشه هم با عذاب وجدان کار کرد. نه عذاب وجدان موافقم نباشه، چون چیزی رو درمان نمیکنه، حال طرف رو بدتر میکنه، بعد حال بدتر شما رو اونم سرایت بدون. دقیقا. خیلی خوب، پس با بدون عذاب وجدان ادامه بدیم به کار کردن در پایتخت 5. شوخی کردم آین، آین شوخی کردم، آین شوخی کردم، شوخی کردم، یه چی الان چی بود؟ خب، لطفاً لبخند 5 ثانیه ایتون رو بزنین و امتیاز بگیرید از تماشه چی؟ آماده این خانوم؟ 5 ثانیه. من خنده و گریم خیلی به هم نزدیکه، یه ذره دیگه دست بزنه از اون ور اشکا میرسه. چشما میگرین، دهان میخنده. خب این کجاست؟ این عکس کجاست؟ چرا ملافه پشت تو کاغذ دیواری؟ تاب بود. این دفتر خانم غفوری، همین. بله، روی تابی نشست. بله، کار پایتخت. بله. کار ازلی و ابدی پایتخت. خیلی سلام برسونید به همه گروه از طرف ما. چشم. و از اونجا که شما الان اینجا هستین، مطمئنم خب خیلی از همکارا دارن نگاه میکنن برنامه رو. من از همینجا به تک تک گروه سازنده پایتخت از صمیم قلب هم تبریک میگم، هم ارادتم رو ابراز میکنم. مطمئنم تمام کسایی هم که اینجا هستن این بچه یه بارم بر اونا دست بزنه، ولی سب کن. عرض ادب میکنم و خواهش میکنم که حتما
دعوت ما رو قبول بکنن در موقعیت های مختلف و تشریف بیارن به خنده بمید. حتما خواهند اومد. حتما. بله. شکرم. اینو بگینا بهش. تک تک. به افتخار گروه پایتخت. خب. بریم و برگردیم و گپمون رو با سرکار خانم ریما رامینفر ادامه بدیم. ریما یعنی چی؟ نه الان ولش کن. بریم آماده این. یک دو سه. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما خوب هستین؟ خوبین قربون شما. بریم الهی به امیدت ببینیم چی میشه. آقا چه خبر؟ شما چه خبر قربان؟ سلامتی، تبریک به برنامه‌تون خیلی گرفته. لطف داریم. بازم مجبور شدین که با خانم رامینفر یک کار دیگه. با علاقه. اه؟ بله. خوش میگذره با ایشون؟ بسیار خوش میگذره. ما سه فصل پایتخت رو با هم کار کردیم. آها. در واقع با هم هم همکار بودیم، هم همخونه بودیم. آها، آره دیگه. هم به قول پایتختی‌ها هم پشه بند، هم همه چی. هم فامیل بودیم، زن داداش من بود. بابا اسمشو نبرید اعصابم خورد میشه. آره والا اصلا چه کاریه؟ اینقدر آدم مهربون آخه. ای بابا شورشو درآورده به خود. خانم ریما رامینفر به راحتی تونسته جای خواهر نداشته منو پر کنه. بسیار مهربان، بسیار متین، نجیب. هیچ وقت ندیدم کسی رو قضاوت کنه زیاد، راجع به کسی حرف بزنه. اولین چیزی که بعد از اینکه اسم خانم رامینفر رو میشنویم یادم میاد یه قلب بزرگه. قلبشون بزرگه. اصلا شکل قلب یادم میاد. اها اه. نه داد و بیداد اصلا نداریم. عصبانی بشه خانم رامینفر که داد بکش. اصلا عصبانیتشون رو در واقع خیلی سخت میشه دید، ولی من دیدم. نه بابا با همه عکس میندازه، پیر و جوان، بزرگ و کوچیک، با همه بسیار مهربون برخورد میکنه. خانم ها رو بدون استثنا میان سمتش میبوسه. چی خیلی دوست دارن؟ چی مثلا چه چیز خوشمزه خیلی دوست داره؟ میگه من این دیگه خیلی دوست دارم. نسکافه. نسکافه. از چی بعدش میاد؟ از قهوه سبز. میگم خیلی خوب حفظ میکنه و این موجب دردسره، چون انقدر حفظ میکنه که متنای ماها رو هم حفظ میکنه، دیالوگای ماها رو هم حفظ میکنه، بعد به ما میگه که اینجا تو بعد اینو میگفتی الان نگفت. آره ملافه و رو تختی که شما روتون جدید... میشه برین تولدشون مثلا با ملافه و رو تختی؟ آره من روم میشه. میگه که ای بابا بازم تو شوخی کردی با من. اصلا شوخی نیست آخه، میدونم که یکی از علاقه های زندگیش مثل خود من، یعنی این وجه مشابه ما بود که عاشق ملافه های رنگی جدید یا مثلا رو تختی های جدید. اونی رو که من خیلی دوست داشتم شب بود برای نقی یه قابلمه ماکارونی برد سر ساختمان نیمه کاره که اونجا با هم خوردن و صحبت کردن و تقریبا وضعیت خانوادگیشون بهبود پیدا کرد و یه خورده با هم دیگه روبراه شدن. اون سکانس رو من خیلی دوست داشتم. صحنه که آبگوشت میخورد، یعنی اصولاً وقتی که رژیمش رو قطع میکنه تو نقشش و عصبی میشه مثل پایتخت دو که تخم مرغ درسته میخورد، من خیلی خندم گرفت. این دفعه هم شانس اینو داشتیم دوباره یه تکرار اینجوری بود که آبگوش میخورد. من دوباره میمدم میگفتم زنداداش تو مگه رژیم نداشتی؟ یعنی اصلا فارغ از همه چیز همش به فکر زنداداشه که چاق نشه. نه میگفتش که یه چند روز مونده بود کار تموم شه. میگفتش که اگر این مثلا یکی دو هفته که مونده کار تموم شه برم تهران دیگه بر نمیگردم. واسه اینکه میرم اونجا پسرمو میبینم دوباره بخوام برگردم مامان گریه و اینا دیگه بر نمیگردم، واسه همین نمیرم و موند اونجا. دلخوری دارید از ایشون بگین؟ آره من یه دلخوری خیلی بزرگ از ایشون دارم که توی پایتخت چهار که با هم کار میکردیم شکلاتاشون انقدر تلخ بود و آذوقه خوراکی که آورده بودن انقدر چرا؟ برای که ایشون رژیم داشتن دیگه به مزاق ما خوش نمی اومد. شکلات های بدمزه تلخ. تلخه بدمزه، ولی ما بازم میخوردیم. دمتون گرم. ببین چیز کنید جونم، این خنده های من به خودم امتیاز میاره ها، دست ندید. بله. یه بار بیایی تو استدیو ایشالله. ایشالله. رامبو جواب میشناسه منو؟ آقا نفر به جون تو شنیدم هیچ کیو نمیشناسه بابا. ببین اصلا پنگول که قرار بیادش گوش کن. آره
جان تو شنیدم هیچ گیر نمیشناسه. میگه من تلویزیون نمیبینم، کار نمیکنم، فقط عملیات نمیشناسم. ریمای عزیزم، میدونی که چقدر دوستت دارم. یه قلب بزرگ همیشه اینجایی. ممنون خانم. لطف کردید. خواهش میکنم. خانم ریما رامین فرینجان و خیلی هم من خوشحالم که اینجان و خیلی هم تشکر میکنم. خواهش میکنم. مخلصم. ما هم خیلی خوشحالم که اینجان. بابا جناب خان، حالا چطوره؟ قربان شما. به 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 یه بندری اومدم تماشاگرهای تست کنم، دیدم نه یه ایتو چیزهایی تو خودشون دارم. خدا رو شو. آره انرژی خوبه امروز. بله. خانم رامین فر خوبی؟ خوب. شما خوبی؟ خیلی خوش اومدی آید. قربون شما. جانکه ما پایتخت، یعنی هر شب نگاه نکنم خوابم نمیاد جانکه. چقدر خوشحالم آره. که نگاه کردی. فقط موی ابهام این تیتراژی که میخوندم یه ابهامی داشتم. این اسم کوچیک شما چیه دقیقاً؟ اسم وای. چرا؟ مراقب باش. نه چیه جانکه؟ اینجا رو مراقب باش. اسمه، واقعا اسمه. صدام هم کنن جواب میدن. نه خود چی هست؟ ریما. ریما؟ آره. یعنی مثلا صدات کنن ریما میگی بله؟ آره دیگه اسمشون. عادت کردم دیگه. آره دیگه اسمشون. خواهی بخش این معنی ریما چیه مثلا؟ ببینی معنی فارسی نداره. خوب. یعنی داره تو جدولم، من خودم فهمیدم که یعنی کرگردن. جون؟ ولی اسمیه که ریشش لاتینه و به معنی قافیه است. قافیه؟ بله. یعنی شما قافیه ای؟ یعنی خیلی ردیفی؟ ردیف. آه آفه. جناب خان هم میدونی که اصل اسمش لاتینه. به چه معنیه؟ معنیش یعنی بسیار باحال و کار درست و خیلی ردیف و این کاره. آره. آها چه جالب. بالاخره این تو چیزایی که خودمون داریم بخیر. من یه مرور میکنم، تحقیق میکنم این اسمو ببینم چیه دقیقا. ما هم راجع به اسم شما. اسم شما چی بود؟ رام بود؟ بله. مت این تحقیقاتون به فرشته رسیدم درسته؟ رامبو جان کوکا میشه برای خوشامدگویی یه چی برای ریما خانم بیام؟ بله بفرمایید. پس بچه ها وسطش باید بگن جیم نارنجی. جیم نارنجی. آره جیم نارنجی. تیتراژ پایتخت دو بود، گفتم برای خانم ریما بیام. بفرمایید. پس دوست میکنه. آره یه تمرین بریم میگیم دلم پی دلنت جیم نا. حالا از اولش وی والا دلم پی دلنت جیم نا والا کجا من زلت دیم نا والا دلم پی دلنت جیم نا والا کجا من زلت دیم نا والا دیگه هر شب بیاو بخنده وانه جیم نا والا این برنامه که مال رامبو جوانه جیم نا والا دلم پی دلنت جیم نا والا کجا من زلت دیم نا وی آفرین آفرین قربان شما. آفرین رو سفیدم میکنی همیشه. آفرین این دفعه خیلی خوب رو سفیدم کردی. جانچه دیگه علا ادامه بده جانب خواه. میشه من یه خاطره راجع به شما الان تعریف کنم؟ آره اجازه میدید؟ خانم رامین‌فر میخواد خاطره از تو بگه. ببین من چند روز پیش وارد سوپرمارکت شدم که خرید کنم برای خونم. خب تلویزیون داشت برنامه شما رو پخش میکرد، به ویژه آیتمی که شما داشتین برنامه اجرا میکرد. این آقایی که پشت تخت بود اینطوری تلویزیون نگاه میکرد، من وارد شدم گفتم سلام، گفت سلام، حتی برنگشت من نگاه کنه. خب من رفتم وسایلی که میخواستم و آوردم گذاشتم روی پیشخون و این آقا باز منو نگاه نکرد، اینطوری محو شما بود. خب بعد از یه مدتی گفتم تموم شد، میخوام حساب کنم. همینطور که شما رو نگاه میکرد این دونه دونه اینا رو با این کدخان انجام داد، زد قبض و کشید داد دستم، پوزخان و چرخون سمتم و کارم تموم شد. داشتم میامدم و این بدون قطع جدی میگم اینطور محو شما بود. فقط لحظه که داشتم از در میرفتم بیرون گفتم مدیونی اگه پایتخت رو اینجور نگاه نکرده باشه.
میدونی کی بوده ای؟ هیپنوتیزم شما بود. این دعای احلام بوده. آها. آره آره. اینا دارن یه سری تحقیقات محلی از ما به عمل میارن. آها. میخوان یه وقت حرف نامربوطی تو برنامه نزنن. آره آره. ولی من فکر میکنم جذابیت شما باعث شده بود که اینطوری میخکوبشن. یعنی ما اینطور مرد جذابی هستم؟ بله. باشه باشه. دست شما درد نکنه. میشه شما تا صبح حرف بزنی؟ خیلی خوب دیگه. باشه باشه. اجازه بده من گپمونو بزنم. آره گپتونو بزن. آها. ریما به معنی آهو. تو زمان عربی ریم به معنی آهو، ریما همان ریم است که با الف به خودش زیبایی آهنگی داده است. چیزی آموختم منم. منم همینطورم میگم. چی حالتون رو بد میکنه؟ چی حالمو بد میکنه؟ پرخاشگری، خشونت. خودتون اهلش نیستی؟ حتما هستم، مگه میشه؟ ولی یه وقتایی میبینم یه فضاهایی پر از استرسه و واقعا نمیفهمم چرا. آها. یعنی یه خود دیدی انرژی یه جای منفیه. یعنی احساس میکنی که یه عده آدم ناراحت داره همه توی اون فضا. منم دچار استرس میشم و منم تبعیت میکنم از اون آدم ها. و اون خیلی حالم بد میکنه. قلقتون چیه برای اینکه حالتون خوب شه؟ نمیدونم، خیلی زود خوب میشم من، خیلی زود. یعنی اصولا عمیقاً آدم چه اتفاق میفته تو مغز؟ چه اتفاق میفته تو روانت که یعنی یه جمله راحت. خیلی محبت آمیز، یه کدی که بفهمم که الان دوستم دارن، اوضاع آرومه، برام کفایت میکنه. الان اوضاع آرومه؟ آروم کفایت کرد؟ بله. آره الان اوضاع خوبه. و اگه اوضاع خوبه میشه الان ما یه هه و برام تا اوضاع خوبه؟ بره. اجازه میدیم؟ بله. پس بخندی؟ چه خوب. حالا جناب خانم، من یه چیزی که همیشه وقتی یکی میخندید، به ویژه خودم وقتی میخندیدم بهم میگفتن هندونه. من نفهمیدم یعنی چی. هندونه هندونه جواب خنده نیست. اینم به برنامه‌مون اضافه میکنیم از یه بعد. نه داریم میگیم بی ربطه. آه نه باید، ولی هههه و با ربطه، قبول داری؟ دیگه حالا دیگه. آره آره جا افتاد دیگه. همه بگیم بهش یه دوسته. چته؟ ما خنده و گریه هم هی قاطی میشه با هم. خودم هم تشخیص نمیدونم که. باور کن سه بار تا حالا خواستگاریم به خاطر همین به هم خورده. نفهمیدن دارم میخندم یا دارم گریه میکنم. چرا یه هم میریزه به هم؟ نمیدونم، مغزم اینطوری عصباش با هم قاطی میشه. یه هم گریه میکنم. من هم همینطورم جناب خان، یه هم قاطی میشه. اخه اجازه میدیم ما حرف بزنیم؟ بله ببخشید. خواهش میکنم. بفرمایید که چه کلمه رو دوست دارین؟ آیین دیگه. چه کلمه رو دوست ندارین؟ نفرت، خشم. حاضرین چی کار بکنین بیرون از اینجا؟ یک نفر تا هر چند نفر خوشحال شن. هر کاری حاضرم بکنم برای اینکه بقیه خوشحال شن. جدی میگم. خب. هر کاری. الان یه چیزی انتخاب بکنین تو ذهنتون. اینجا قولشو بدین، بیست روز دیگه، یه ما دیگه این کار انجام بدین. اگه اجازه بدین دوربینم میاد بس. این لحظات رو ثبت میکنه، نشون میدیم و میگیم خانم رامینفر قول داد، اینم انجام داد. من میتونم قول بدم که برم توی کتابخونه ای یا یه کتاب فروشی بشینم اونجا و یک داستان کوتاه یا یه قصه با صدای بلند برای هر کسی که اونجا هست بخونم و با هم کیف کنم. و اجازه میدید ما اعلام بکنیم یه عده بیان اونجا؟ حتما. حتما. راست میگی؟ آره، چون من فکر میکنم که خوب نیست که ما کم کتاب میخونیم. خیلی بده. خیلی بده. و امیدوارم که نسل جدید، نسلی که داره میاد، از نسل ما کتاب خونتر بار بیاد. انشالله. انشالله. این رفتار خوشگل و فرهنگی رو تشویق میکنیم. ریما فر نارگیل جوانه نارگیل ولد جناب خان نارگیل عقابه نارگیل سیاهه. شما هم نارگیل شدی خانم رامینفر، شما هم نارگیل شدی از غذا. آره. لقب کاملا پر افتخار و ایناست. آره، آره. خیلی خوب. خانم رامینفر، کوکو، ما میخوام از بعد اسمو بذارم ملها.
چی چی؟ ملحا یعنی چی؟ برعکس احلام. آها چرا؟ چون شما زوجین اسمتون برعکس همه ایقدر خوشبختین. آها من از خواهیزم ملحا که با احلام دیگه یه تو چیزهایت خودمون داشته باید. آها آره دیگه ریما و امیر برعکس هم دیگه همون حروف توشون هست. خیلی تصادف بالی آره. اصلا همین باشه ازدواج کنین. خیلی خوب. یه خواهشی بکنم ازتون. بله بله. میشه همراهی کنین با ما؟ بگین بله. بله. من یه جمله‌ای رو میگم که مال یکی از نمایشنامه‌های خودتونه. خب؟ اینو با چند حالت بگی. ما تماشا میکنیم. خب؟ جمله اینه. هیس خیال کردی اینجا کجاست که میخندی؟ خجالت بکش. حیا کن. اینو خوشحال بگی. یه بازیگر این کارو من توش تمرین دارم. خیلی خب با هم تماشا میکنیم. جان؟ جناب جناب خان تو هم آماده باش تماشا کنیم. مو وسط همش میخوام بگم وی. آره آره آماده این؟ با خنده؟ اول با خوشحالی. هیس خیال کرده اینجا کجاست که میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. مرسی. خب حالا عصبانی. هیس خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. حالا با حسادت. اینجا داری از من تست میگیری؟ نه داریم یاد میگیریم. نه با حسادت. هیس خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. یه دونه با ترس تموم. با چی؟ با ترس. چیس خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. خیلی ممنونم. نه ولی چی؟ خیلی خوب نبود. یعنی مطمئنم بهتر از اینم میتونم. قطعا شما به ما ثابت کردید دیگه. الان اینجا که چیز نیست که رام بود میشه اون اقایلت آگو چی؟ میشه یه دوتامون هم بگم این سخیه که اینجا کجاست کردی؟ آره آره حتما ببینیم با هم حتما. اجرای جناب خانم بگین شما بهش بگین با چه حالت با چی گو الان؟ با نگرانی بگو. با نگرانی؟ هی خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. خوب بود؟ این خیلی خیلی خوب بود. نگرانی داشت توش؟ ما هر وقت نگران میشم برای خودم بندری میزنم که از این نگرانی بیام بیرون. نگرانی تو چشات بود من آره دیدم. آره آره خیلی. دیگه چی؟ دیگه شدم لوس میکنم. بندری داره دیگه نه هرچی بگم. نه لزوما نداره. نه با دلخوری بگو. با دلخوری باش. هیس خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ خجالت بکش حیا کن. از قضا یکی هم بندری داشته باش. آره دلخور همیشه ما بندری میزنم بخور. آره دیگه نمیتونم دیگه بس دیگه بس. آره آره یکی دیگه من بگم بگو. بگو با خشم بگو. با خشم بگم؟ آره یعنی بیام برات وسط. آره 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 بیا برامون. آقا رام بود کوکا هیس خیال کردی اینجا کجاست میخندی؟ میام برا تو. یکیش بالا من میتونی همشه برداری بیا. چیکار کنم اینو؟ باز کنیم ببینیم توش چیه. بلند بگین کلماتو. امیر جعفری، خورشت بادمجون، دمپایی پاره، سبد کهنه، جوجه رنگی، آنتونی کوین. امیر جعفری داشت یه فیلم میدید که آنتونی کوین توش بازی میکنه. من داشتم خورشت بادمجون میپختم. آین با دمپایی پاره یه سبد کهنه ور میداره، جوجه رنگی ها رو میچینه توش. تمام. واقعا عالی. سریع ترین. با چرخ خیاطی هم نمیشد اینقدر سریع جفت اینا رو برام دیگه. یعنی رکورد خاورمیانه زدن خانم. آره واقعا دیدی؟ آره دست شما درد. میگم خانم رام فر شما بلد. شما میریستر کار به آیین خیلی سخت میگذره نه؟ ببین راجع به اینا خیلی حرف زدی. آره آره دیگه. ما
مدام داشتم از رسانه ها دنبال میکردم. آره جان تو منمیرم سر کار همینطوریه. آه راست میگه. آره. راست میگه چون خیلی گشت. آره. این ورون و تمام بازی والیبال رو رفتی. آره واقعا منمیرم سر کار خیلی سخت، یعنی ما دو شب نمیرم خواستگاری احلام اینقدر بهش سخت میگذره. راست میگه خیلی گشت و گذار کردن. آره خیلی سخت. عزم شورا وی رسید به اون بالا، با یه جفت دو قلوب اسم نیکا و سارا، و نیکا و سارا توی پای تخت مفهمیدم همسر، فقط و فقط باید باشه ریما رامین فرد. باری کرده. به نظر من، به نظرم با وجود شما این برنامه اصلا مهمون نمیخواد. قربونشو نه فرمایید. یعنی میتونه جناب خان همه قسمت ها رو پر کنه. جدی میگم. بیا بیا بیا. میگم خانم رامین فرد شما که عضو شورایی، خب منم میخوام عضو شورا. نگاه کن این تابلوی این خانم محبوبه فرخ نژاد، خب برادرزاده آقای حمید فرخ نژاد کشیده، میخوام برم برای ایشون رئیس ستاد انتخاباتی مونه. اینو میخوام عضو انتخابات شوراها شرکت کنم. رای میارم به نظر شما؟ به نظرم بدون تردید. خیلی قشنگه. قشنگ شده؟ خیلی قشنگه. دستش این واقعا نقاشیه. چقدر خوب کشیده. آره، محبوبه فرخ نژاد کشیده بعد اون برنامه که با حمید فرخ نژاد اینا داشتیم. باری کله. جواب میده قشنگه؟ خیلی قشنگه. یعنی از شما میبرم تو انتخابات شوراها؟ آره. آره. خب یه خاطره بامزه از پایتخت برامون بگی. یه خاطره که دارم مال پایتخت دو اتفاقا. جنوبیه. آره آره. دو بود؟ آره جنوبیه. نه دو. قاطی کردم قشنگ. فکر کنم دو بود. توی یه قسمتی ما یه گوساله داشتیم که نه سه بود. خدایا. سه بود. و این گوساله میامد توی خونه و قرار بود بیاد مثلا بالای از پلا بیاد تو، بیاد بالا سر همه که خوابیدن و من بیدارشم وحشت کنم و از این حرفا. آره. خب به هر حال یه برداشت که نیست دیگه، بعد لانگشو بگیرن بسته بگن. یه جایی مثلا فکر کنم ساعت شب کارم بودیم، ساعت 3 صبح گوساله نشست، خب نشست رو زمین، خسته شد و یک عالم آدم که همه خیلی هم زورمند بودن و قوی بچهای صحنه نتونستن این گوساله رو وادار کنن که ادامه بده به بازی. نشست و نشست وسط خونه و یه جوری بود که وسط خونه، وسط خونه، چون گوساله توی خونه بود دیگه. و آقای خمسه هیچ وقت یادم نمیره گفت این فهمید الان وقت کار نیست و ما هنوز نفهمید. دقیقا میخواستم اینو بگم. آره. که گوساله فهمید که یه جاهایی باید چیکار کنه، ما همچنان ادامه میدیم. ببین جایی از خونه نشسته بود که ما حتی خواستیم بگیم باشه الان دیگه با تو کار نداریم، برو استراحت کن، ما یه سکانس دیگه میگیریم. آره. نمیرفت. وادار که تعطیل کنیم. وادار کرد که تعطیل کنیم. نه بابا نشست و خیلی هم خوب سنگینه. من نمیدونستم واقعا یک گوساله 700 کیلوه. آره. و وقتی میشینه یعنی هیچی. تعطیل. خیلی عالی. من یه چیزی هم خواستم بگم توی برنامه، چون میدونم خیلی برنامه پربینندهیه. من در هیچ دنیای مجازی، در هیچ جایی، هیچ پیجی، هیچ صفحه‌ای ندارم. من فقط همینی هم که هستم. و آره اینو خواستم حتما بگم. کلی صفحه هست که به اسم منه و یه آدم هایی دارن به جای من زندگی میکنن، به جای من جواب میدن، به جای من خیلی کارا میکنن که من خوشحال نیستم از این بابت، ولی نمیدونم حالا کاری هم میتونم بکنم یا نه. خیلی خب پس اینو لااقل متوجه شدیم. خانم رامین فرد در فضای مجازی هیچ صفحه مستقل و مشخصی ندارن. من اصلا یه خواهشی باید بکنم از پلیس فتا، همونطور که آره دوستای منن. آره آره دوستای تو هن. آره آره دوست شدی؟ ما دیگه باهاشون اینطوری هستم الان. آره هر شب زنگ میزنم بهشون میگم فتات قربانت ستاره بچونی. آره هر شب میگم. آره من از پلیس فتا که بسیار هم اتفاقا باید واقعا تشکر بکنم که خیلی هم حواس جمعن و خیلی هم عالی عمل میکنن. ما الان کدوم دور میبینم میتونه ببینه. از پلیس فتا خواهش خیلی جدی دارم، واقعا این صفحه های الکی و تقلبی رو خیلی جدی باید جلوش گرفته بشه، به خاطر اینکه واکنش هایی نشون داده میشه که خود صاحب نام اصلا هیچ خبری نداره، بعد اون وقت بعدن باید جوابایی بده که اصلا خودش هیچ دخل و تصرفی توش نداشته. خواهش میکنم اینا خیلی جدی رسیدگی بشه، چون اگر بگم لطفا نکنید اون کسایی که این کارو میکنن با این جمله قطعا تاثیرپذیر نیستن، به کارشون ادامه میدن. خیلی جدی و قانونی باید جلوی اینا گرفته بشه، به خاطر اینکه خیلی به نظرم بی‌حرمتیه
به صاحب نام، چون اگه خودش میخواست این کارو میکرد. حتما اگه میخواست. وقتی نکرده یعنی دلش نمیخواد ورود کنه به این موضوعات. خیلی ممنونم. عرض کنم بله. هیچی؟ بخواستین هیچی؟ نه به خود. سلام من رو به خانواده برسونید. سلام هممون رو. و این لوحیه که ما با عشق و علاقه و احترام تموم تقدیم شما میکنیم. خیلی زیاد. و من به شخصه باز هم از این که شما این بار اینجا بودین و اینقدر راحت، گرم، مهربون بودین خیلی ممنونم. خواهش میکنم. کمال میل اینجا بودم. هیچ وقت خاطره امروز فراموش نمیکنم. ما هم همینطور. خیلی انرژی خوبی داشتین. متشکرم. ما هم همینطور. برای اینکه حامی برنامه‌مون 3780 مربع هدیه داده که باید تقدیمتون بکنم. ما توی این سامانه یک کمپینی را انداختیم به اسم کمپین قطره قطره. لطفاً عضو بشین توش. و همه با هم دیگه داریم قول دادیم الان هر کدوممون فعلاً روزی یک لیوان آب کمتر هدر بدیم و این هی قراره بیشتر بشه و قراره که تأثیرات بزرگتر بذاریم انشالله در کشاورزی و و و تو اطلاع رسونی و رفتار اجتماعی. یه حرکت اجتماعی. درست. ممنونم. حتما. متشکرم. جناب خان. ای جان. ای جان. پرش کن. وی عضو شورا رسید به اون بالا با یه گفت و قلوب اسم نیکا و سارا. نیکا و سارا توی پایتخت مفهمیدم همسر فقط و فقط باید باشه ریما رامین فرد باشه ریما رامین فرد. ای جان. ای جان. خیلی متشکرم ممنون. خدا نگهدار. قربان شما. آها، خانم صبر کنید. بله بله. بیان. مهدی فرد. خوبه. آره. مهدی فرد که دوستمونه و کاریکاتوریسته، اینو برای شما الان کشیدم. خیلی خوبه. خیلی بامزه است. ممنونم. تقدیم. نه 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 اصلا. نه بابا اصلا. فکر کن یه کمدین یا یه بازیگر بهش بر بخوره. خیلی خوبه. متشکرم. خیلی ممنونم. جانو خزیم خیلی مرسی. آخه چقدر عالی. خیلی خوشحالم که خانم رامین فر بالاخره تونستن. چقدر خانم خوبی. خانم رامین فر جان خیلی بالاخره تونستن بیان به خندوانه. خیلی خوش گذشتی آقا جان. خیلی نه میشه شما دیگه نیه فقط خانم رامین فر بیاد. و تو دیدی چقدر تا تونستی خودتو لوس کردی برای ایشون. اگه گفتم شاید تو پایتخت پنج مونم برم بره بازی، گفتم آشنا دارن مویرگی، گفتم هر هنری دارو اینجا ارائه بدم تو پایتخت پنج برم بازی کنم. خیلی خب تو اگه توانایی بازیگری تو مگه دوره بازیگری دیدی؟ مگه دوره باید ببینه بره بازیگری؟ نه پس همینجوری الکیه؟ ای اخه تو فکرم الکی همینجور میان تو بازیگری؟ نه ازم یه عده ممکنه همینجوری بیان ولی نمیمونن. شما اگه دوست داری بازیگری کنی باید بری دوره ببینی، باید بری وقت توی یه کار مهمی مثل پایتخت بری بازی بکنی. لب و فروشی هم همین وضعیت داره، دوره باید ببینی. الکیه لب فروشی هم دوره داره. الان مثلا هر کسی میتونه اینو بخونه بیا یک چند نفر بگو لبو لبو این الان کسی میتونه بیاد اینجا دوره داره. صبر کن یه بار دیگه بخون. لبو لبو میگه اینو یه ذره بیشتر کشش بده. اون اصلیشو میخواد. میگه لبو 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 گل گل بند لبو 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 داغ و خوشمزه لبو 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 لبو. دوباره بوس بوس کردی با هم؟ آره. میشه میشه رام بود میام میبافم تا منو ببینین بریم بیان. Thank you.
بزن برمشو درست بزن ترس هم بالا بزن قشنگ سینزده کم کن سینزده رو خوب کارتو خوب انجام بده سلام علیکم خوبی؟ خوبم شما چطور؟ ما خوبیم آره مشغول کارتون بودیم من داشتم اندازه میگشت او خیلی ساده است که این کارتون برای ما ساده شده کار چند سال کار کردی؟ من حدودا 65 سال 65 ساله که کارتون اینه؟ بله از 8 سال دیگه یعنی 73 ساله بود بله این تخته است دیگه بله بله نه حالا ولش کن شما الان دیگه باید بازنشسته باشی با یه عصایی تو پارک را بری الان اینجا چیکار خب دوست ندارم خیلی حال میخوام از میخوام ببینم یه کسی دوباره زیر از دست من مثل خودم میشه که من لذت ببرم میشه اگه بخواد میشه آها ولی نمیخوام اگه بخواد میشه اگه بخواد میشه خوبه بخواد درست بود درست بود درست بود خوبه 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 خط دیگه بیا بزن چهت بزن تو هم کن پیشتاسی های ست بزن خوبه بعد 65 سال این میز کار شماست آخه این بله. انصافه خب دیگه ما اینطوری خواستیم نه بعد هم نیست حالا دیگه میخوای میز دارم اگه بخوای نه نمیخوام برم آه. میز دارم همین وسط خوبه اینجا دوست دارم تو خاک و خل چوب یک موجود زنده ایه بعد دوست داشتنیه بعد هم ازش لذت ببره بوش هم لذت بره خانم من میگه بو چوب میگی یعنی بوی بد میدی؟ نه یعنی بوی خوب میدی؟ بوی خوب، بوی چوب میدی شما نجار بد اخلاقی هستی یا خوش اخلاقی هستی؟ والا به بد اخلاقی کسی نگذاری تو خونمونم بد اخلاق نیستم ولی اینجا دیدم که خوب اون کارم اون جدیت اون کاره دید اون کارم ایوا اصلا اون کارم اینا همه بچه هم هن ولی اون کارمه اصلا با پسر من بود عروسی در کارم ندارم اون کارمه هنرمه حرفمه آبرومه آقا قشنگ کار انجام بده زشت کار انجام نده جدی قشنگ همون دیگه کلمه همینه بی یه چیزی بگم بگم حالا تو بگم اینجا هر چی میخوام بگید دیگه حالا بگید امیرالمومنین آه همه حرفش هم یک کلمه وای به حال اون کسی که امروزش از دیروزش بهتر نباشه همین یه جمله بس همین بس اصلا علی همینی میگه بس می همین حرفو میزنه همین با خوشا به حال اون کسی که امروزش از دیروزش بهتر میشه شما همه چی خونه تو خودت ساختی تقریبا تخت و کمد و میز و صندلی و تخت هم تو خودم ساختم در و دیوار یه چیزی که ساختی که خیلی دیگه دوستش داری که دیگه تکه چیه؟ یه چیزی خیلی دوست دارم چون تو گرما بود باقرم شیراز رفتی؟ آره رفتی؟ آره یه نرده های چوبی دور باقرمه اون دور رو ساختمونه خب همه رو من زدم ای بابا ما فکرم خارجی هست یا کارتون پینوکیو یایته؟ بله اون پدر ژپتو نجاره نجاره همسنف شما بود آره هیچ وقت خلاص نکرد یه عروسکی بزن چرا اونو با من مقایسه میکنی؟ ای بابا کیو مقایسه کنم؟ چرا اونو؟ کیو؟ حضرت نجارو آه حضرت نجار آره پدر ژپتو بله پدر بدی نبود چه پینوکیو ساخت با اینا چرا حضرت نوح و مقایسه کن نوح کشتی ساز چرا مقایسه نمی آره چرا عیسی ابن مریم رو مقایسه نمی کنی آره پدر جپتو پدر جپتو خوبه یا به ذهنم اومد دیگه
پارتون بود باید. آقا داشتی به حساب کتابا میرسیدی، مثل که اجاره خونه داشتی اجاره ها رو حساب میکردیم و مثلا مایملک و اینا. ما مایملک حساب نکردیم، داشتیم بابا اندازه کار رو میگرفتیم. این مایملکه؟ آره اندازه کار ما بیفتی جایی بابا. آه نه درست. آره گفتم همیشه همجور با حال و با صفا باشید دیگه. همیشه هستیم. هستیم. خیلی لطف کردین و سلامت باشین و زنده باشین، خندان باشین و قربونت برم، نجار باشین و همین قربونت برم، خدا نگهدارت ان شاء الله. قربون شما، شما هم زحمت کشیدید و اومدید اینجا ما رو قابل دونستید، ما مخلصیم، مصاحبه کردید، وظیفه خیلی ممنون، وظیفه‌مون خیلی لطف کردید. قربونت دای عرض کنم خدمتتون که میخوایم با همدیگه مسابقه داخل استودیو رو برگزار کنیم. یه توضیح بدم که در این پاکت ها تو هر کدوم یه عدده، از 1 تا 2000. 35 ثانیه هر کدوم وقت دارین حدس بزن برسید به این عدد. در صورتی که برسین به این عدد من فقط میتونم راهنمایی کنم، پایین تر بالاتر. خب در صورتی که برسید به این عدد به دو نفر یک کارت هدیه 250,000 تومانی از ستاره 780 مربع که بزن شارشی بخند شادشی، اینا بعد اضافه کنیم چون شعارشون اینه که بزن شارشی، ما هم بهش این اضافه کردیم در خندوانه که بخند شادشی، بعد این اضافه کنیم روی این پاک. و به دو نفر هم یکی در میون، به دو نفر هم هدیه از طرف 1 و 1 میدم که یک عدد کارت 100,000 تومانیه و 150,000 تومن هم بن خرید از محصولات 1 و 1 و دیگر محصولات غذایی. خب نفر اول 780 بگیره یا 1 و 1؟ نفر اول 780. بچه از محصولات 1 و 1 استفاده میکنی؟ واقعا استفاده میکنی؟ آره محصولات خوبیه، بعدم واقعا باید از محصولات ایرانی واقعا باید حمایت کرد. مسابقه داخل استودیو شماره 37 محدثه شیخ الاسلام. 1 2 3 900 بالاتر 1000 بالاتر 1500 بالاتر 1800 بالاتر 1900 بالاتر 1960 بالاتر 1980 بالاتر 2000 پایینتر 1996 پایینتر 94 پایینتر 1993 پایینتر 91 پایینتر 90 پایینتر 1988 پایینتر. شماره 46 سینا کریم خان زن. 1 2 3 1000 پایینتر 600 بالاتر 700 بالاتر 800 بالاتر 900 پایینتر 890 پایین بالاتر 892 بالاتر 895 پایینتر 894. بله به نظرم دیگه همین درجا جایزه تو بگیر. مبارکه. شماره 9 سعیده زارعی. 1 2 3 1000 پایینتر 500 پایینتر 300 بالاتر 400 بالاتر 450 پایینتر 430 پایینتر 420 پایینتر 410 پایینتر 403 پایینتر 402 پایینتر 401. آفره. شما هم جایزه 1 و 1تون رو در جا بگیرین. شماره 79 حامد خدا بخش. 1 2 3 1000
پایین‌تر 800 پایین‌تر 700 پایین‌تر 600 پایین‌تر 500 بالاتر 540 پایین‌تر 530 پایین‌تر 520 پایین‌تر 519 پایین‌تر 518 پایین‌تر 517 پایین‌تر 515 پایین‌تر 514 پایین‌تر 513 پایین‌تر 500 511 بالاتر 512 آره حالا از 780 استفاده کردی؟ راست میگی؟ چیکار کردی؟ شارژ خریدی آپل. شماره 22 نسیم مصطفی 1 2 3 هزار بالاتر 1500 بالاتر 1800 پایینتر 1700 پایینتر 1600 پایینتر 1500 بالاتر 1550 پایینتر 1540 پایینتر 1530 بالاتر 1535 پایینتر 1534 بله چه باحال خانوما یک و یک گرفتن آقایون هفشت همه با هم دیگه یک دو سه همه با هم بگی موسیقی کمدین یک دو سه موسیقی کمدین سلام. سلام. من واقعیتش امروز یه خورده حالم گرفته است. چرا؟ نمیدونم. یه خورده بخندیم با هم ببینیم حالمون جا میاد. بیام بغلت کنم. بیام بغلت. بچه ها این لحظه عاطفی رو نگاه کنین. هم گریه دارم هم خنده اینجوری میشه. الان میام بغلت میکنم حالت کنم. بچه‌ها این لحظه عاطفی رو هیچ‌وقت فراموش نکنید. به سرعت آهسته میام. بیاین یه چیز هم بکنید. تشویقم بکنید. یه آروم. قلبم شکسته چرا؟ ماما نمیدونم چرا میدونین امروز خیلی فکر کردم که خب یه چیزایی بگیم بخندیم دور هم فلان ولی نمیدونم چرا دلم گرفته بود بعد گفتم خب خندوانه که جای این چیزا نیست باشه ولی میگه اینجا حالت خوب میشه آره دیگه همیشه قرار نیست تو حال ما رو خوب کنی وقتی ما حال دور خوب میکنی خب داری بهتر میشی؟ میخوایی ذره خودتو بریزی بیرون؟ بله بریز بیرون دفعه پیش که من سر ضبط برنامه خندبانه بودم از اینجا داشتم میرفتم خونمون خب بعد تو ماشینم بودم داشتم با یکی حرف میزدم میخواستم ماشینمو بفروشم خب تعریف میکردم از ماشین میگفتم که ببین این ماشین خدایی ماشین خوبی بوده تو این دو سال که من داشتمش خیلی هم ماشین خوبیه من همینجا هم تبلیغ میکنم چون میخوام بفروشمش بخری بعد خیلی ماشین خوبیه تا حالا منو یک دقیقه هم نذاشته وایستاد اول که بسته تلفن دیدم گاز نمیخوره بعد وایستاد استارت بزن فلان باتریش نو در حد آکبند 500 400 500 پول باتری داده بودیم تا تهش استارت میخورد ولی روشن نمیشه آقا ما زنگ زدیم به دوست عزیزم پژمان جوادی گفتم که پژمان چی کار کنم اون متخصص این ماشین مکالمت با کسی که داشتی تبلیغ میکردی چی شد؟ گفتم بعدن تماس میگیرم دیدی میگن که تماس شما از طریق پیامک به ایشون اعلام خواهد شد. الو مهران
چون که خجالت دیگه... کشیدی آره؟ آره اعتماد به نفست در دست دادی آبا دارم ازت تعریف میکنم چرا ضایع میکنی؟ خیلی ها اینجوری هم تعریف میکنی یارو اصلا حالا کاری نداریم همه تون رفته بودیم خونه تون من هنوز تو صد متر پایین تره خندوانه تو خیابون بایستاد بودم ماشین بر بیاد پژمان جوادی چی کار کرد؟ پژمان جوادی گفت من یه ماشین بر برات میفرستم ماشین بره اومد و زحمت کشتن ماشین رو بر بردن؟ ماشین رو بردن به محل تعمیر آن ماشین حالا میگه نمایندگی؟ بله پژمان گفتش انجام میدیم اینا گفتم با ما پولی نگرفتیم که حالا بخوایم پول خرج این ماشینم بدیم خرجشم زیاده آره بعد متوجه شدم که پمپ بنزینش سوخته واقعا پمپ بنزین دشمنتون نسوزه بعد حالا بنزینش ایراد داشته پمپ عمرش تموم شده آب تو بنزینش بوده نمک بابا اینا تو بنزین چی کار میکنه بالاخره اینجوری شد که الان اومدم دعا کنین برگشتنی نه با ماشینم خوبه خدایی اگرم کسی میخره امرو اومدم ماشین بفروشم آره به پولی که احتیاج دارم ماشین بفروشه بعد این حالا میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنیم اگر موافق باشی بفرمایید آقا این آدمایی رو شنیدی یعنی میشناسین آدمایی هستند که آقا یه چیزی میگی خب به اگر میگی انجام میدم انجام بده اگرم نمیخوای انجام بدی بگو انجام نمیدم دست آدم تو پوست گردوه پوست نارگیله اصلا دست آدم میمونه لای در به جای پوست گردوه پوست گردوه یعنی چی دست تو پوست گردو گذاشتن یعنی سیاه میشه منظور این کنایه از آن به آن است بله واقعا بیم رو راست باشیم آقا یه کاری رو من واقعا نمیتونم انجام بدم ببینید یه موقعی رو درواسی به یه سیزی رو بگم پیچ چیز بدی نیست پیچوندن چیز بدی نیست از یک نظر از یک ببینید ما کلن ایرانی آدم هایی هستیم که به شدت رو درواسی و به شدت احترامی و نمیتونیم رو راست به طرف بگیم داداش من مثلا این پولو به تو نمیدم دارم ها نمیدم چون بر برگشتش هیچ ضمانتی نیست خب من این پولو دارم تو حسابم مثلا تو هم همونقدر از من میخوای این اصلا ربطی به خنس بودن و نمیدونم فلا اینا نداره گداس یارو خب یعنی چی گداس خب بنده خدا اون پولو داره دیگه اون مال اونه خب داره دیگه تو حسابشه مال باباته خب الان نمیخواد بده خب مجبوریم یه پیچ ریزی بزنیم که نه طرف بفهمه نمیخوایم بهش پول بدیم ولی خب بعضیا مصرن که بعدش میگه داداش ما رو میپیچونی خب یعنی چی تو اینو فهمیدی بپیچ برو دیگه کسایی که نمیشه هیچ کاریشون کرد جوابشو نمیدی داداش چرا جواب ما رو نمیدی خب اگه تو اینو فهمیدی بهت بر بخوره حداقل دیگه اصلا منو تحویل نگیر داداش میپیچونی بعضی ها اینجوری هن میدونم میپیچونی ولی من هستم چرا مگه آدم سی سیریشی چی کارت کنیم ما رو همین حساب به خدا البته میگم ما ایرانی ها واقعا خیلی انسانیم من حالا توی یکی از این کشورهای همسایه‌مون رفته بودم حالا نمیگیم اسمشون کاری هم چی کار داریم رفته بودم واقعا جدی میگم ما توی اتوبوس سوار بودیم بعد یه خانواده اومدن یه خانم پیرزنی بود دور برای 70 خورده ای سنش بود یه دختر خانم جوون بود یه آقای مثلا 40 ساله با یه خانم مثلا همسرش دیگه مثلا 38 ساله یا همسن خودش اینا اومدن بالا دختره که مثلا 17 18 سالش بود نشست رو صندلی پیرزنه اینجوری گرفته بود ترمز که میکرد میرفت میخورد به صندلی راننده میومد دوباره اینجوری یعنی عمرن ما یه همچین فرهنگی داشته باشیم تازه یه خانواده بودن و اون دختر خانم جوون نشست رو صندلی اون پیرزن که حالا مادر بزرگش بود فعلا باش حرفم میزد بینی خیلی فرید قد کفرید کرد بایی یس نو یس ننه جون خب من واقعا برچم به خانومم گفتم
به خانمم گفتم یکی نمیاد جاشو، خود یارو که باهاشونه جاشو بهش نمیده. حالا ما ایرانی دعوام داریم، آقا بیا بشین، خانم مادر جون بیا بشین، بابا تو هواپیما من دیدم بلند میشن جاشونه. این وسعه ما ایرانی هست خدایی. یعنی من اون موقع همون لحظه به خانمم گفتم که اینا واقعا عاطفه ندارن انگاری، یعنی پس این تعارفات ما اصلا زشت نیست و اصلا بد نیست. خیلی ها میگن یعنی چی، بعد ما هم میریم تو بادشون. اتفاقا این اشتباه به نظر من هیچ وقت نباید بکنیم. رخص میگن ببین خارجی ها چه خوبن، قضا میخوری اصلا تعارف نمیم، کجاش خوبه؟ خب زشته اصلا، یعنی از نظر ما زشته واقعا. خب پس ما مهربونیم خوبیم فلان، اون زیگیله رو چی کار کنیم؟ میدونم میپیچونیم، ولی خب چی میخوای؟ مزاحمی، راه زنی، دزدی. تا دیروز نوشته بودم مثلا چه میدونم کامبیز، فردا باید بزنم کامبیز زورگیر. بابا دور از جونت، ما رفیق داشتیم دزدی کرد، بعد زده بودم تو موبایلم فلانی دزد. خب چی کار کنیم؟ این که یارو میفهمه، حالا چرا میری پشت میز؟ خب دوست دارم. این که طرف میپیچونیشم بنا به احترامات و معذورات و خیلی از مسائل و فلان و فلان، خب داره یه پرده ای رو بین خودمون یه حرمتی رو نگه میداریم دیگه. طرف میاد رو راستم میشه با داداش من داغونم ها، از اون بر تهران بلند شده اومده بگی داغونم ها، خب داغونی چیکار کنم الان؟ این جایزه داغونای کشور به شما. کلی هم کیف میکنه، داشت ما خودمون آدم کشیم ها، چیکار کنیم؟ مدال بهت بدیم، سکه های طلا بفرمایید. طرف به چیز بعدشو داداش منو اتوبوس نمیکشه ها اسممو، چیکار کنیم؟ سکسه کنیم؟ داشت ما خودمون سی تا داداشی، ما به من نگو داداش. یا آقای من تو خیابون دید آقا فوریان، بله گفت ستونی. یعنی چی؟ یعنی تو کارهای ساختمونی و اینا؟ من گفت ستونه کجا؟ سالون. امرو واقعا هیچی نداشتم برای گفتم، ولی این چیزا پیش اومد و خدا رو شکر میکنم. خیلی ممنونیم که در جمع شما تذکرات فرهنگیتون. خواهش میکنم بچه ها دوستان شما هم بگین، منم هم همینجا کدوم دوربینه؟ دوربین پلیس فتا کدومه؟ هر دوربین مال یه بخشه. خب کدومشون الان پلیس؟ آه سلام آقای پلیس، خسته نباشید پلیس فتای عزیز. من هیچ فعالیتی تو هیچ جای مجازی، شبکه مجازی هیچ کدومشون ندارم. همه مهران غفوریان ها علکیه. یارو منه. چجوری آقای این یارو منه؟ لطف کنید اگر اشکال نداره اون دکمه ای که میبندنشون رو ببندین برای ما. من شنیدم تو همین برنامه هم خانم رامینفر، خانم رامینفر هم این درخواست رو داشته. دقیقا و این مشکل آفرینه. یه خورده بعد دیگه میدونی، خب بعضی ها بنده خدا از کجا چه میدونن، چه بدونن اون یارو کلاور داره، گولشو میخورن، گول میزنه نامرد به اسم من. چه گولی داری مردم رو بزنی آخه نامرد؟ طرف اصلا باید قرارم گذاشت مهران غفوریان میره مخ قشنگ. به خدا اگر دو تا سلول فعال تو مغز اون آدم باشه. داداش ما خودمونو بگیرنش هم اینه، داداش آقا فوریان یادت باشه آقا دارم بیبرنش، داداش ما که دوست داشتیم. چرا کلا برداری میکنی؟ به من چه؟ و کلا برداری نکن بقیهش هم سرت نیاد. غیر از اینه؟ نه. رامبود ما چک من و تو چه سوء استفاده ای داریم از همون بشه؟ به خدا همینی که هست داره به همونجه
همینه اونه من گرم با واقعا بابا چی داریم که آخه چرا گلو برداری میکنی هم مردم من کیم که آخه داری به جای من مثلا فلا اینا گناه دارن گول نزن پلیس فتوا از اون همون سیم اینترنت میاد سلاغتا اگه دیدی یه جفت دستبند خوشگل اومد تو اتاقت اینجوری همچین مجازی در خونتون رو زدن ناراحت نشی یا من الان از پلیس فتا درخواست کردم حالا برین ببندید اون اشتباهاتتون خیلی ممنونم خیلی ممنونم کار داری؟ کارت انجام بده میخواییم خداحافظی کنیم بله گوشی موبایلتون رو برمیدارید نداریم گوشی موبایل اینجا اگر داشت به تماشاچی در منزل بده بله به تماشاچی در منزل گوشی موبایلتو برمیداری اگه این کاری که من میگم انجام بدی اینجوری میشی دقیق شبیه این بشی که معلوم نیست موجود فضایی منظورم این که میخواد شبیه ایتی شده بعد مهران تو دیگه نقاشی نمیکنی؟ چرا؟ اگه وقت کنم یکی از نقاشاتی به ما هدیه میدی به خندوانه؟ برای چشم اصلا برای خندوانه میشه نقاشی بکشی به ما هدیه بدی؟ یا وقت نمیکنم یه طراحی سعی میکنم چشم ای بابا چشم تو نقاشی میدونم وقتش کو بی بی برو پیکاسو بپرس چی؟ بیا برو پیکاسو بپرس نه چشم. من پیدا میکنم روششی که تو چجوری این کارو بکنی بله ستاره 780 مربع رو که بگیرین اونجوری میشید این چرا برعکسه؟ بعد اینکه 10 ساعت حرف زدم میگیم بخوام اول بگیم برای بعد میتونین آدم رو ضایع نکنید اینجوری کنید میفهمم آره همه برعکسه برعکسه دادش ما خودمون خودمون برعکسی ما 4 تا دالاتیم هممون برعکسیم چیکار کنم؟ جایزه مثلا نوبل بدیم به 4 تا داشه برعکس 3 تا 7 80 مربع رو بگیریم اونجوری بشیم بعد چی میشه؟ این دفعه دارم خلاقیت به خرج میدم آفرین یه همچی چیزی میاد اینجوری یه همچین فهرستی میاد بالا 1 موجودی 2 شات 3 قبض 4 جایزه 5 خندوانه 6 7 الی آخر همجوری میاد اینترنت فلان اینا انتخاب میکنیم میرین واردش میشین یه خبر خیلی خوب دارم که این سامانه به شما یه قرعه کشی میکنه که این ماشینی که من متوجه شدم یه ماشین صفره که حدود 200 میلیون قیمتشه انشالله که برنده شین همین آقای رامبد جوان زامن بدبختت کردم رفت که اونو پرد که اونو انجام میدن انجام میدن قرعه کشی چه روزیه؟ قرعه کشیش 22 مرداد آه 22 مرداد خب آره. یه چیز دیگه اگر اون سامانه رو نگیرید این ریخته میشین تای خلاقیت رو داداش ما خودمون 4 تا داداش اینو یه بار خودشو پیدا کنم بیارم خیلی عالی بیا 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 دوباره بسته من این داری خب برای مردم ایران یه آرزو بکن اول کمربندامونو باز بکنیم ببین کمربند ایمنی که فکر کن پشت فرمون نشستی بله. پشت فرمون آره نه نه من همین نه نه دیگه پشت فرمون نشستی از اینجا میگیری میبندی دیگه از اینجا هم باید باز کنی خب راستته تو الان راننده ای من این برده نه فکر کن سوار یه ماشینی که هر دوش بیا من میشینم این بر خب باشی من الان فکر پشت فرمون باشی کمربندا رو باز میکنیم 1 2 ببین از اینجا باز میکنیم اینجوری باز میکنیم میگیم چینی 1 2 3 چینی خب یه آرزو بکن برای مردم ایران خوشحال باشید شاد باشید خدا مادراتون و پدراتون رو براتون نگه داره سایه‌شون بالا سرتون باشه عاقبت بخیر بشه ان شاء الله دوستان بلند شین به احترام مردم ایران مردم عزیز ایران براتون آرزو میکنم که همینطور که مهران جان قشنگمون گفت آخو. من هم همینطور به علاوه این که لبخند بزنیم و در کنار خانواده باشیم و پرروزی خدا حفظتون کنه 1 2 3 شاد باشی